پشت پرده زندگی آقای رونالدوی پرتغالی. بچه رونالدو تجاوز کرده، کار خیر کرده، فوتبالیست خوبی هست، باباش از دست داده و و و کلی اتفاقات هیجان انگیز در همین ویدیو قراره از زندگی آقای رونالدو با هم بررسی کنیم. بریم بیایم در مورد این اسطوره پرتغالی یعنی CR7 بیشتر بدونیم. What's up guys، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد رضا تاجیکی هستم، خوش اومدید به کانال خودتون. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید با دستای زیباتون، زنگوله هم بزنید به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود شد بتونید به راحتی نگاه کنید. توی قسمت قبلی به زندگی نامه آقای نیمار برزیلی پرداختیم که خیلی جذاب بود. دوست داشتید امروز اومدیم با زندگی نامه آقای کریستیانو رونالدو دو سانتوس آویرو. بچه ها 5 فوریه 1985 آقای رونالدو به دنیا اومده در شهر مادیرای پرتغال، شهری که از طبقات پایین کشور پرتغال هستش. دین آقای رونالدو مسیحی کاتولیک هست. اسمش شرا شده کریستیانو رونالدو، توسط پدرش آقای خوزه انتخاب شده که الهام گرفته از اسم ریاست جمهوری ایالات متحده هست. بیاید یکم جذابش کنیم. آقای رونالدو 15 سالگی باید فوتبال رو میبوسی نمیذاشته کنار. چرا؟ یک حمله عصبی به شدت قوی به قلبش وارد میشه که همونجا خیلی ها از دکترها میگفتن آقا این باید ببوسه بذاره کنار، و چون هزینه مالی هم نمیتونستن برای درمانش بدن، باشگاه لیسبون از اولین باشگاه هایی که آقای رونالدو از اونجا مطرح شد کل هزینه قلب جراحی آقای رونالدو رو پرداخت میکنه که عمل قلبش هم به صورت لیزری انجام شده. بسیار جالبی که بین باشگاه لیسبون و آقای رونالدو هست این هستش که تو هیچ خبرگزاری، تو هیچ سایتی، توی هیچ روزنامه‌ای هیچ جایی گفته نشده که مبلغ قرارداد بین آقای رونالدو و باشگاه لیسبون چقدر بوده. سال 2003 یک اتفاق خیلی خفن میفته. باشگاه بارسلونای اسپانیا به آقای رونالدو پیشنهاد میده، رونالدو رد میکنه و باشگاه منچستر رو انتخاب میکنه. سال 2004 یه کاری میکنه که اسم رونالدو توی دنیا میترکه. توی کشور اندونزی یه زلزله میاد که خیلی زلزله خفن بوده. یه آقا پسر 7 ساله با تیشرت پرتغال که اسم کاسای پرتغالی هم پشتش بوده، زیر آوار میمونه. خبر به گوش رونالدو میرسه. آقا پسر رو درش میارن، 7 سالش بوده. رونالدو براش یه خونه میخره. حالا پشماتو نه اینجا نریزه، ولش کن، اصلا خونه رو کاری نداریم که ما الان یه مترش هم نمیتونیم بخریم. رونالدو رفته یه خونه برای این آقا پسر 7 ساله خریده. این آقا پسر الان باشگاه لیسبون بازی میکنه. لیسبون از باشگاهایی که خود رونالدو باهاش مطرح شد و فوتبالیست خیلی خفنی هم هست. یعنی یه کار خیر کرده، یه فوتبالیست خیلی خوبم تحویل دنیا داده. میدونستید که سال 2005 طرفدارای رونالدو گوششون رو بگیرن؟ سال 2005 رونالدو زندانی شده. کجا؟ توی یه لندن. چرا؟ به دلیل تجاوز به یک خانومی در هتل. اسم زنه چیه؟ اسم اون خانومه چیه؟ کاترین مایورگا. همون سال دادگاه سریع برگزار میشه. رونالدو درجا تبرئه میشه. میگن یعنی آقای رونالدو هیچ گناهی نداره. چرا؟ چون مدارک کافی نبوده. اما این خانم کاترین مایورگا از این به کنا بوده و بیخیال نمیشه. میره سال 2010 با کلی مدارک میاد پیش خود رونالدو. رونالدو میگه بابا باشه قبول، من گردن میگیرم. 375 هزار دلار ناقابل میده به این خانم که این خانم دومشو بذاره رو کولشو بره. اما شاید باورتون نشه، بازم بیخیال نمیشه. میره سال 2018 میاد. سال 2018 رونالدو میگه نه دیگه، اینجا اونجا نیستش دیگه، دیگه من الان خیلی خفن تر شدم، تو نمیتونی بابا به روی من بازی کنی. کارهای دادگاه رو پیش میبره، یک سال طول میکشه که این پرونده بررسی بشه و سال 2019 آقای رونالدو به طور کل تبرئه میشه و میگن اصلا داستان تجاوزی نبوده. حالا ما هم نمیدونیم بوده یا نه. آقا سال 2010 رونالدو برای اولین بار بابا میشه. اسم بچه‌شو میذاره کریس هانو، به خاطر اینکه الهام گرفته از اسم خود کریستیانو رونالدو باشه. اتفاق خیلی بدی که افتاده، این بچه بنده خدا هویت نداره، یعنی رونالدو بهش نمیگه مادر این کیه. خانومم هم همون سال 2010 معلومه چه داستانی بوده میپیچه و میره. همون سال 2010 با مدل معروف روسیه خانوم شایک رفیق میشه، ولی با اینم تا سال 2015 میمونه. اینم دکمهشو میزنه میگه خدافظ. هشمام ریخته. یک ماه بعد با خانم ویالون
مجری معروف اسپانیایی رفیق میشه، ولی با اینم یه ماه نمیمونه. رونالدو دورت بگردم، فقط هم برند و خوشگل و مجری و مدل میزدی. آدمت گرم. وای 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 نگم براتون. سال 2016 آقای رونالدو به راه راست هدایت میشه و بالاخره پرنسس خودش خانم جورجینا رو توی فروشگاه پیدا میکنه. ازش میپرسن که چرا انقدر تو جورجینا رو دوستش داری؟ یه جواب خیلی باحالی میده، میگه جورجینا زحمت میکشه بچهای منو بزرگ میکنه. این نمیدونم من چی. جورجینا خیلی معروف شده، خیلی معروف شده، کلی فالوور گرفته، الان تو صنعت مدلینگ با برندهای معروف دنیا کار میکنه، کلی پول داره. آخه چرا؟ چون شوهرش فوتبالیسته، خودش که فروشنده بوده. خدا شانس بده. آقا حالا من چرا حرص میخورم؟ پدر جورجینا یه خلافکار خیلی حرفه‌ای و خفن بوده. نه از این خلافکارهایی که این ور اون ور میبوده، خیلی خفن. دوتا خلافاشو میگم پراتون بریزه. تو مرز فرانسه و اسپانیا با 85% کوکائین میگیرنش، تو مرز اسپانیا و مراکش با 1,000,000 پوند حشیش. یا ابوالفز، خدایش همچه آدمی حیف نیست بره تو زندان. انداخنش زندان، سال 2013 آزاد شد و تو سن 70 سالگی دار فانی رو ودا گفت. چند بار خبرگزاری ها به خانم جورجینا گفتن از پدرت بگو، میگه من هیچ خاطره خوبی از بابام ندارم. آخه این چه سوالیه میکنی؟ خب معلومه نداره دیگه، باباش خلافکار بوده. میگه همه لحظات خوب من کنار کریستیانو رونالدو بوده. والا هر کی کنار کریستیانو رونالدو باشه لحظات خوب داره. این میرسیم به جای احساسی داستان، پدر رونالدو آقای خوزه، که رونالدو بعد از هر موفقیتش برای این پدر اشک میریزه. پدر رونالدو بچه ها یک مدت تدارکات باشگاه آندوهینی ها بوده. آندوهینی ها چیه؟ اولین باشگاهی که رونالدو توش فوتبال رو یاد گرفت. باشگاه لیسبون جایی بود که رونالدو باش مطرح شد، آندوهینی ها جایی بود که رونالدو رفت شروع کرد بغل پا زدن. پدرش سال 2005 به دلیل مصرف زیاد مواد مخدر از دنیا میره. دقت کن، 2005 اون تجاوزه که انجام شد، اونم 2005. نتیجه گیری، بابا نباشه پاتو کج میذاری. باباهاتون هرچی میگن گوش کنید. حالا رونالدو که خیلی موفق شده، خبرگزاری ها، دوستان، رفقا، فامیل های نزدیک رونالدو تایید کردن که پدر رونالدو به خاطر مصرف زیاد الکل از دنیا رفته، ولی خود رونالدو تو هیچ خبرگزاری این حرفو نزده و میگه پدر من مریض بود و از دنیا رفت. اینجوری پرچم باباهاتون رو بالا نگه. اما پدر آقای رونالدو چرا الکلی شد؟ ماها در کشور امریکا علیه استقلال آنگولا جنگید. وقتی برگشت کشور خودش یعنی پرتغال، فقر، فشار اقتصادی و همه اینها باعث شد که نتونه خرج و مخارج زندگی رو در بیاره. یک مدت رفت باغبونی، دید نه آقا فایده نداره. رفت تدارکات باشگاه آندوهینی ها، همون باشگاه اولی که رونالدو بود. همه ی هم تیمی های رونالدو به خاطر شغل پدرش رونالدو رو مسخره میکردن و در نتیجه پدرش زیر این فشارها طاقت نیاورد و مصرف الکل رو به شدت شروع کرد. بگذاریم، رونالدو قلب خیلی بزرگی داره، چرا که برادرش آقای هوگو هم یک الکلی خیلی خفن بوده. اما رونالدو چجوری ترکش میده؟ میگه داداش من، آقای هوگو، این موزه منه توی پرتغال، توی زادگاه من، شما مدیر کل این موزه من شو، ولی الکل رو بذار کنار. برادرش هم قبول میکنه و الکل رو میذاره برای همیشه کنار. دوتا خواهر داره، الما کاتیا. الما خواهر بزرگه که تو کار جواهرات خیلی 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 به شدت ثروتمنده. کاتیا خواهر کوچیکه است که خواننده است ولی اصلا معروف نی، فکر کنم صدای همچین جذابی هم نداره. اما پراتون نریزه، ایوانا خواهر زن آقای رونالدو به رونالدو علاقه داره و این مسئله رو جورجینا کامل میدونه ولی رها کرده. میگه آقا خیلی ها به شوهر من علاقه دارن، تو هم یکیش، بیخیال، مهم رونالدوه که عاشق منه، عاشق دختر فروشگاهی. حالا وقتی به دنیا میاد 4 کیلو بوده، عاشق ماکارانیه، بازیکنهای مورد علاقش، الگوهاش آقای مارادونا و آقای فیگو پرتغالی هستن. بنز وقتی یک ماشین جدید میزنه، یه دونه به عنوان سمبول اول میده به آقای رونالدو. 65,000 دلار به یک خیریه سرطان کمک کرده، 31,000 دلار برای ساخت مجسمه های خودش تو شهر هزینه کرده، یه هتل توی زادگاه خودش، توی کشور خودش، توی شهر خودش داره که هتل کلا فوتبالیه. دستشویش چمن داره، چه میدونم لابیش چمن داره، اتاقاش چمن داره، هتل فوتبالی زده. عاشق ساعت‌های گرونه و عاشق صنعت مدلینگ و بازیگری.
بیا یه دقیقه با هم منطقی باشیم. از دل نفرت ها بهترین بازیکن جهان پدید اومده. نفرت ها پدر الکلی، برادر الکلی، خانواده فقیر، بیماری قلبی و هزاران هزار مشکلی که شاید ما خیلی هاشو ندونیم. میشه رونالدو شد، میشه جنگید، میشه پیروز شد، فقط باید تو بخوای. اگه از این ویدیو لذت بردی سابسکرایب پیج داداش رو حتما انجام بده و تو کامنت ها به هم بگو دوست داری پشت پرده زندگی بازیکن بعدی کی باشه. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.